سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو همراه با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. نگاه خواهیم داشت به روند گسترش اختلاف میان دو جناح یا جناح‌های اصلی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی همزمان با انتشار اسامی برخی از کسانی که وام‌های بسیار کلان از بانک‌های دولتی گرفتند اما پس نمی‌دهند. آن سوتر نگاهی می‌اندازیم به سالگرد جنبش سبز، آنچه که جنبش سبز نامیده شده و پیامدهای آن در عرصه کنونی حکومت ایران و عرصه کنونی سیاست در ایران. در هم مرزی با ایران در عراق داعش چه می کند؟ از کجا آمده؟ به کجا خواهد رفت؟ قصد دارد به کجا برود؟ و آنچه که دولت نوری المالکی به عنوان کارگزار حکومت ایران در عراق انجام داده است در ارتباط با داعش و سایر گروه ها. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا سلام به شما در واشنگتن. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده به نظر میرسه که اختلافات میان جناح‌های حکومت ایران رو به گسترش هست. تقریبا نشانه های خیلی خیلی آشکاری هست، پریدن به همدیگه، آنچه که روحانی اخیراً گفته برخی ها در عصر حجر به سر میبرن، از اون برم یکی از این لاریجانی ها پریده به آقای روحانی که مثلا کسانی که چون این حرفی رو میزنن لیبرال هستن، لیبرال هم خب برحال حرف بدیست در جمهوری اسلامی و بقیه نشونه هایی که بینندگان ما هم در جریان هستن. تفسیر شما رو میشنویم چه اندازه این اختلافات واقعی است؟ علی‌رغم اینکه جناب چالنگی آقای حسن روحانی بسیار به آقای خامنه‌ای نزدیکتره تا آقای خاتمی، ولی به نظر میرسه مشکلات آقای روحانی خیلی سریعتر شروع شده و داره همینجوری انباشته میشه، توپ برفی در حال چرخشه. دلیل عمدش هم اینه، آقای روحانی 8 سال احمدی نژاد رو وقتی رفت پیش آقای خامنه ای صحبت کرد و موافقتشو برای نامزدیش گرفت، این 8 سال رو زمانی دانست که رشته پیوند جمهوری ولایت فقیه با مردم به نازکترین حدش رسیده و اگر یه خود دیگه بکشن پاره خواهد شد و مثال زده بود و گفته بود من آخرین شانس شما هستم. در حال آقای خامنه‌ای موافقت کرد، کمکم کرد که ایشون رئیس جمهوری بشه. امید آقای خامنه‌ای هم این بوتون 3-4 ماه اول با استقبالی که جهان کرد موضوع اتمی حل بشه، تمام تحریم‌ها برداشته بشه و بعد همه چیز به خیر و خوشی و خوبی و خونچه بیارید نقله برید فلان سفره بندازید که دیگه شاداماد فقیه به قدرت سر قدرت هست. و اما اینجوری نشد به خاطر اینکه مسئله اتمی وقتی یه رژیمی 14 سال تو ذهن مردم میکنه که این ناموس شماست، این افتخار شماست، شرف شماست و یه عده‌ام میپذیرن که بله این سانترفیوژ ناموس دختر خالشونه، تو اینجوری به قضیه نگاه میکنن، این رو به مردم برگردوندن که ما داریم ناموس شما رو به باد میدیم خیلی سخته. این که میان بهشون میگن آقا ما 20,000 تا شما ناموس داشتین، حالا ما 14,000 تا شو میخوایم به باد بدیم، اینا سخته. این غرور ملیتون رو میخوایم زیر پا بگذاریم، تأسیسات آب سنگین عراق رو میخوایم تبدیلش بکنیم به یه تأسیسات صنعتی، تا دیروز خط قرمز عبور نمیشه کرد. تمام اینا دست به دست هم داده،
مشکل اتمی هنوز حل نشه، در ماه ژوئیه که قرار امضا بکنن همین مذاکرات اخیر آقای معاون وزارت خارجه آمریکا و آقای بنز و آقای عراقچی بدون نتیجه اومد بیرون، ضمن اینکه مطابق اعترافات خودشون و گزارشی که دیروز رویتر داده بود، مسائل فقط محدود به پرونده اتمی نیست، نقش آینده ایران در منطقه و مداخلاتش در کشورهای دیگر و مسئله موشکی ایران، اینها هم جز محورهای گفته. خب اینا رو آقای روحانی الان نتونسته حل کنه، وضع داخلی خرابه، وضع اقتصادی بده، آقای روحانی حداقل دلخوشیش میخواد به این باشه، به مردم یه مقدار وعده بده، یه مقدار الان تابستون گرماست، مردم احساسی خود آسودگی کنن، مسابقات جام جهانیه، هیجانی در کشور ایجاد بشه. خب اون طرف که باز 35 سال میگه آقا زندگی یعنی گریه، یعنی ناله، یعنی جمکران، یعنی امامزاده بیژن، برای اون طرف هم سخته که اون مردم دارن میخندن، شادن، موی زنای خود عقب رفته، در نتیجه اونا هم هجومشون شروع کردن و اینا در تلاقی این وضع بسیار بدیه. رئیس جمهوری یه مملکت که 18 میلیون بهش رأی دادن، رأیش هم مقام ولایت تصدیق کرده، آقای مصباحی از یه آدم فاسد فاجر به همه معنا فاسد میاد بهش میگه تو اسلام تو انگلیس خوندی، یا امام جمعه تهران جلوی چشم آقای روحانی که چارزانو نشسته پوست آقای روحانی رو میکنه و روی مسئله بهشت و جهنم شروع میکنن بهش پریدن. خب معلومه این دیگه اعتبار آبرویی برای روحانی نمیذاره و اینه که واقعا این مملکت، این ولایت فقیه و این جمهوری رو باید فاتحه‌شو خوند، هیچ جوری اینا درست بشو نیستن. اشاره کرد آقای نوری‌زاده به شادی، این رو هم بگم که مؤسسه بین المللی گالوب در یک نظرخواهی، یک تحقیقی که اخیراً انجام داده، گفته که ایران، مردمان ایران دومین ناشادترین هستن، یعنی در فهرست رده‌بندی مردمان ناشاد در جهان اول مردم عراق هستن، که دلایل کافی هست برای این کار که ناشاد باشن، بیش از 20 سال هست درگیر جنگ هستن به برکت سیاست‌های مختلف منطقه‌ای و بین المللی، داعش هم بر سر ملت عراق نازل شده و بعد از اونها این به گفته گالوب هست مردمان ایران هستن که شاد نیستن. یه نشونه بین المللیش هم همین ویدئوی هپی بود که دید. آقای سازگارا، این دعواها و مرافعه که اشاره شد آقای نوزنم بررسی کرد، اینا تا چند داده به مردم ارتباط پیدا می کنه و نوع ارتباطش از چه جنسی هست؟ بخشی از این دعواها به نظر من مسئله مردم هست، به معنی حرفهایی که اخیراً آقای روحانی میزنه حرفایی است که خب مسئله مبتلا به مردمه، مثل اینکه با زنجیر نمیشه مردم برداشت برد بهش، یا صحبت ایشون در سالگرد جنبش سبز، البته مراسم رو در وزارت کشور به مناسبت سالگرد خود انتخابات آقای روحانی گذاشته بودن، ولی درست روی سالگرد جنبش سبز بود، ایشون مطرح کرد که مسئله مخالفین من تو عصر حجر به سر میبرن و توجه ندارن که فرهنگ یک کپسول نیست که بشه از داروخانه خرید داد به ملت بخورن، و به خصوص ایشون وعده داد که مردم صاحب همه چیز هستند و سیاست قطعی دولت این است که اقتصاد، سیاست و امور فرهنگ و غیره رو به مردم واگذار بکنه. به هر حال ببینید آقای چالنگی، همین الان جام جهانی شده، مثل همه دنیا شیرینی نگاه کردن فوتبال این است که اماکن عمومی مردم دور هم میشینن، نگاه میکنن، شادی میکنن. الان پلیس حکم کرده رستوران‌ها و قهوه خونه‌ها حق ندارند جام جهانی نشون بدن، قبلا هم که با سینمادارا درگیر شدن گفتن خانم‌ها حق ندارن تو سینما هم حتی برن نگاه بکنن، و حالا امیدواریم تیم ایران
پیروزی داشته باشه. هر یه پیروزی که داشته باشه مردم دوست دارن شادی کنن، توی خیابون بیان و آقایون چون وحشت دارند از هر نوع تجمع مردم و هر نوع شادی مردم و هر نوع رفتاری که با حکومت مداها و حزب‌ها در واقع تضاد داره، اینیست که میخوان برخورد بکنن. به همین دلیل به نظر من این بخش های این دعواها میتواند که تا حد اقل پشتیبانی بخش های از جامعه ما رو برای آقای روحانی جلب بکنه و جذب بکنه اگر ایشون بازیگر زیرکی باشه. منتها من این رو هم عرض بکنم، به قول مارتین لوتر بنیانگذار پروتستانتیزم میگفت من برای پیشرفت حرف هم به چیزی غیر از حرف هم نیاز دارم، که در مورد پروتستانتیزم شد فئودال های آلمان که پشت لوتر ایستادن و شمشیر کشیدن برای زمین های کلیسا. آقای روحانی هم برای پیش برد این حرف ها به برنامه ریزی های دقیقی احتیاج داره که دیگه از جنس حرف فقط نیست. ما دیدیم آقای خاتمی که فقط حرف میزد چه به روزگارش آوردن. باید که ایشون از ابزارهایی که دست دولت هست، مانورهایی که میتواند در عرصه اقتصاد و عرصه سیاسی بکنه استفاده کنه. قدرت رو باید بتونه، مثلا میگم اگر آقای مهندس صفای فراهانی میگه آقا 100 و چند تا نهاد تو کشور بخش بزرگ از اقتصاد کشور رو اداره میکنن، به هیچ کس هم جواب نمیدن، در رأسش هم سازمان در واقع ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبری با 95 میلیارد دلار ثروت، آقای روحانی باید برنامه هایی داشته باشه که اینها رو بگیره بده به مردم و درسته با این مجلس درگیر میشه، ولی اینجا هاست که مردم میتوانند ازش پشتیبانی میکنن در عرصه های واقعی زندگیشون که مثل مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، اضافه بر مسائل فرهنگی. بنابراین دو طرفه نیست آقای سازگارم، یعنی که حمایت مردم، پشتیبانی مردم آیا دو طرفه نیست؟ باید یه نشونه های از آقای روحانی ببینه. مردم رفتن عده زیادی 17 میلیون رای دادن با آقای روحانی، گام اولو برداشتن. از این ورم باید احساس کنن از اون ورم کاری میشه. خب عرض کردم ببینه این حرفایی که آقای روحانی میزنه حرفای خوبیست، خدایش باید گفت حرفاییست که، ولی به قول اون حرفی که اون موقع راجع به خاتمی میزدن، گفتار درمانی فقط نمیشه کرد. این حرفا البته جیغ این متحجرین رو دیدید دیگه چگونه در میاره و اساس کارشون رو به هم میریده. اما این دولته که باید مثلا دولت دکتر مصدق یک شب چندین لایحه رو ببره مجلس، رو مثل آوار رو سر مجلس خراب کنه، به مردم رو به کمک به طلبه با فشار در واقع خواسته های مردم، این باندهای فاسد ثروت و قدرت رو بتونه به عقب برونه. و اگر نه این حرفا در حد حرف باقی میمونه، این حرفا در حد با اون قدرت هایی که دست این آقایونه به راحتی راهش رو میبندن. البته این رو هم بگم، شرطش این است که دولت خود روحانی هم دولت پاکی باشه. من بدونم که بخوام اسم الان بیارم، ولی پاره از همکاران ایشون هم باید کنار گذاشته بشن و دولت در واقع در تصمیم برخوردش باید که نشون بده که از خودش هم میتواند انتقاد بکنه. بله، دولت که وزیر داد بود سعیش آقای پور محمدی هست. صحبت مردم شد آقای نوری‌زاده. ببینید بهترین حرف ها رو آقای خمینی زد. میزان رأی مردم است. عملا آقای مصباح اومد گفت نه خیر اینطور هم نیست، عملا هم تقریبا نیست. بس سر همین هست. یعنی خیلی معتقد هستن که روحانیت حاکم از مردم، این اهانتی نیست به هیچ کسی، اما از مردم مثل جوکر در بازی ورق استفاده میکنه. هر جا که کم میاد
دارن در برابر جناح مخالف، یک مقدار از حرفای مردم رو میزنن که دست قوی تری داشته باشن، یک سری مردم رو پشت سر خودشون بیارن، بعد خرشون که از پل گذشت مردم رو هم خوب کنار میزنن. یعنی این کاری است که از زمان آیت الله خمینی شده، در زمان خامنه ای شده، و همین هست که گاهی هم مثلا میبینید آقای رفسنجانی مدافع حقوق مردم میشه، راجب آزاداندیشی صحبت میکنه، کسی که در زمان اون نویسندگان رو کشتند و به قتل رسوندند و بقیه میشنن. آقای نورستان، جناب چالنگی، یک دو روز پیش آقای خامنه ای صحبت میکردن، دقت کردم رو حرفاشون، تأکیدشون روی عدالت بود که بشر از ابتدای خلقت تا پایان به دنبالش خواهد بود، از مردم و حقوق مردم گفتن. من اول یه سوالی میکنم و واقعا امیدوارم یه جوری در یه جا پاسخی پیدا کنم. من از آقای خامنه‌ای میپرسم ایشون چه ترس و وحشتی از مصباح یزدی آلوده داره، مردی که اقلن 50 طلبه جوان رو فاسد و آلوده کرده، آدمی که پرونده طولانی فساد داره، شکایت همسرش با آیت الله گلپایگانی هنوز در یادتا هست، چنین آدمی چطور حق داره بیاد برای ملت تعیین تکلیف کنه؟ از آقای خامنه ای سوال میکنم چه وحشتی ایشون از محسنی اژه‌ای داره؟ یا آدم فاسدی که اومد این انسانهای بیگناه رو محاکمه کرد، خب مهافرید امیر خسروی رو چه گناهی داشت؟ الان شما در مقدمه برنامه اشاره فرمودید به اسامی کسایی که وام گرفتن و ندادن از دوستان احمدی نژاد. آقای مهافرید خسروی که تا قسط آخرش رو عملو داد، ماهیانه قسطاشو میداد، چرا محسنی اژه‌ای کشتش؟ چرا باید او رو بکشه؟ آقای خامنه‌ای باید جواب بده، ایشون مسئول اوله. آقای سعیدی نمایندهشون برمیگردن، منویات مبارک آقا فراتر از هر چیزی. بسیار خوب، بیچاره محمد رضا شاه، میگفتن منویات اعلیحضرت، ما میخندیم مسخره میکردیم، در حالی که اون بدبخت اینجوری هم مداخله نمیکرد، این بساط هم نبود. میفرماین که منویات آقا، خب منویات آقا اگر این است، آیا آقای خامنه‌ای هم پس دیگه تموم شد، پیوست به اینا و جز ایناست؟ اگه مسئول در برابر ملت، باید بیاد جواب بده چرا فاسدی به نام محسنی اژه‌ای دادستانه؟ چرا فاسدترین فاسدا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است؟ آیا ایشون فقط با فاسدها میتونه کار کنه؟ آدم درست حسابی نمیتونه باش کار کنه؟ اگه خاتمی باشه 9 یه بار توته، حالا هم روحانی که دستبخت خودشه. ببینید آقای، من اشاره کردیم که مسئله داعش نازل شد بر مردم عراق، شما فکر میکنید ملاهایی که بر ما نازل شدن کمترن از داعش؟ داعش الان پروندهش رو نگاه کنیم، توی 7-8 سال چند تا آدم کشته، اینا که بیشتر کشتن. همین الان 2 عرب ایرانی رو اعدام کردن، خجالت آور. الان که مسئله عرب و عجم و شیعه و سنی تو منطقه داره غلیان میکنه، 2 عرب ایرانی رو آدم میکشه؟ آخه کدوم درایت، کدوم، اینا مغز ندارن، اینا مغز خر خوردن، ببخشید، اینا چه آدمایی هستن؟ 2 شهروند عرب رو به خاطر شعار دادن و 2 حرف میگیرن میکشن و خجالت نمیکشن و فکر نمیکنن. عربهای ایران تا امروز وفادار به ایران بودن. بله ببخشید آقای نوری‌زاده، ببین شما این پرسش که از آقای خامنه‌ای میکنید، من فکر میکنم به پاسخی نرسید از طرف آقای خامنه‌ای. ببینید پرسش شما در درونش ناخودآگاه این هم میتونه باشه که مگر خود آقای خامنه‌ای، اما بیتشو که نگاه میکنین که شما اطلاعات دقیقی هم دارید، منتشرم کردید، نزدیکتر از فرزندش که نیست، مگر فرزندش دست کمی از بقیه داره؟ مگر خودش، چون جنس رفتارش تا به حال غیر از بقیهشون بوده؟ ببینید آقای چالنگی گفتش که یه زمانی هست ما داریم پابلیک جنرال داریم صحبت میکنیم، به نظرم میرسه حالا اینا به اطلاعشون میرسه. آدم باید من وظیفه خودم میدونم، همگاه براندازی نه فلان، اینو سر جای خودش، ولی یه جای شاید یه تأثیر کوچولویی گذاشت به نفع مردم. شاید آقای خامنه‌ای یه روز به خودش بیاد، حالا دیره زوده نمیدونم،
پیش خودش بشینه مجسم کنه. فاسدترین آدم ها رو ایشون انتخاب کرده. صد رحمت به زمان خمینی. الان شما نگاه کنید رئیس قوه قضاییه مون کیه، رئیس قوه مقننه مون کیه، دادستانمون کیه، وزیر دادگستریمون که یه مش قاتل دزد آدمکش فاسد. اون وقت دوتا عرب بدبخت جوون فقیر رو که کاری نکردن میگیرن اعدام میکنن. اینا دردناکه آقای چالنگی. من اگه داد میزنم اینو به صدا در میارم، چون میدونم آقای خامنه‌ای خیلی به اجزا توجه داره. آقای اخیراً وزیر ارشاد اسبق اومدن اعلام کردن که آقای خامنه‌ای موسیقی رو از همه بهتر میدونن. یارو یه پرده بالا گرفت آقا فهمید. خب آقا همه اینا رو بلدن. آقا چطور یه دفعه زاهد و عابد و مسلمان ها؟ خب برگرد به اون قالب سابقت، خودت باش. این اداها چیه برای شما؟ این لباسی که تنه کردن آقای خامنه‌ای، این عاقبت قذافی صدام باهاش هست. آقای استادگار صحبت فساد مالیش و صحبت همین 95 میلیاردی هم که در بیت رهبری هست زیر نگین همین آقای خامنه‌ای. این فهرست رو که دیده میشه فقط جناح آقای احمدی نژاد هم بیشتر هست درش. بله. شما به ما بگید، تفسیر شما رو میشنویم. واقعا این نیستش که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند، یعنی در تمام این گردانندگانی که هستن. این رو شما بعض وقتا اشاره کردیم، مثلا افرادی هستن الان در این حکومت دستشون پاک هست. چون این افرادی مگه چقدر زمان لازم هست تا متوجه بشن که آقا بعد چی هست؟ از شما میشتم این پولا رو از کی هست، به کجا میره، به کدوم درد مملکت میرسه؟ بله، والا این فهرستا رو که توی شبکه‌های اجتماعی چاپ شد، واقعا من هم درست به همین دلیل شک دارم که تصویر درستی ارائه کرده باشه از بدهکاران بانکی و کسانی که بزرگترین دزدی تاریخ رو صورت دادند و موجودی بانک‌های کشور رو که پول مردم هست به روایتی 80 هزار میلیارد تومان و به روایتی 100 هزار میلیارد تومان پول بانک‌ها رو گرفتن و پس ندادن. فکر می‌کنم آدم‌ها و این فهرست وسیع‌تر از اینه و مطمئناً یک سرش در بیت رهبری است، یک سرش در سپاه، یک سرش در آقایون روحانیونی است مثل مصباح یزدی، مکارم شیرازی و دیگرانی که آلوده کارخونه داری و تجارت و واردات و انحصارات و غیره شدن و باندهای ثروت و قدرت مافیایی که عملاً هم گروه‌های اجتماعی رو دارن نمایندگی میکنند که صد رحمت به لحاظ دیدگاهاشون به داعش و طالبان. و همین نیروهای اجتماعی در واقع در یک بدبستان متقابل منتفع میشن از این نمایندگانشون و این نمایندگانشون هم در قدرت در واقع به اونها خوراک میرسونن. جالبم هست آقای چالنگی، شخص آقای خامنه‌ای که برابر قانون اساسی بیش از 80% اختیارات کشور دست ایشونه، ایشون در طول زمامداریش اشتباهات مکرر کرده، در رأسش هم به نظر من همین پرونده هسته‌ای است که کشور رو به این گرفتاری انداخته و سر کار آوردن و در سر کار نگه داشتن و سرکوب جنبش سبز به دلیل دولت احمدی نژاد، همین دو قلم کافی است که نفرین ابدی برای هر رهبر سیاسی داشته باشه. اما شخص ایشون که مسئول اول بده گرفتاری های کشور باید محسوب بشه، دیکتاتور بسیار بی‌لیاقت و بی‌عرضه‌ای هم هست. کلاش آنچنان پشم نداره که آقای علوی وزیر اطلاعات میگه آقا گفته به دولت حمله نکنین، گوش نکردن، بعد صدا کرده و به فرماندهان حالا در چه رده های سپاه بودن
گفته که به دولت حمله نکنیم، ولی گوش نمی‌کنن. تا جایی که نماینده ایشون آقای سعیدی در سپاه، او هم باید بیاد بگه که نخیر، مثلا به نشریات سپاه انتقاد کنه. جالب هم هست، سخنگوی سپاه آقای رمضان شریف برگشت گفتش که نه، اینایی که آقای سعیدی و آقای فیروز آبادی و اینها میگن منظورشون بسیجه، منظورشون سپاه نیست، در حالی که خبرگزاری فارس این کارا رو میکنه. و در واقع یک کشوری درست شده که این گروه های مختلف دائما با همدیگه اختلاف بر سر مواضع سیاسی و اقتصادی، بر سر ثروت و قدرت. و آقای خامنه‌ای به جای فصل الخطاب بودن شده موضوع کارش این که یکی به نعل بزنه، یکی به میخ بزنه، اینو نگه داره، اونو نگه داره، و خودش هم یک پا شریک دزدها، دفتر ایشون یک پا شریک دزدها، بانکهایی مثل پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، غیره متعلق به ایشون، و پولای اونها هم چپاول شده مثل بقیه بانک ها، شریک بسیاری شرکت ها و مؤسسات در وزارت نفت کشور، از اون طرف پشتیبان بسیاری از نهادها، همین آقای محسنی اژه‌ای که ظاهرا میلیارد ها میلیارد دستش به پول و دزدی آغشته است در به عنوان دادستان کشور، پشتیبانیشو مگه از کجا میاره؟ مگه چه جایی به ایشون کمک میده؟ من به این دلیله که عرض میکنم دولت اگر بخواهد به وعده هایی که داده، چون آقای روحانی دیروز مطرح کرده بود که دولت به وعده هایی که داره وفاداره، از جمله شکستن حسن رهبران جنبش سبز، این کار از جنس واقعی قدرته. ایشون هم باید که پایگاه های اجتماعی، ببینید به هر حال آدم های متحجر در آمریکا هم هستن، این تی پارتی آمریکا شاید یک چیزی داعش نو آمریکاییشه، ولی سیاستمداران آمریکایی موازنه قدرت، بازی دموکراسی که البته در آمریکا هست، کر و فر میکنن، اینطور نیست که قدرت رو بتونن تصاحب کنن بقیه هم کنار بزنن. در ایران هم به هر حال بخشای، فرض کنیم بخشای از اجتماع که نمایندگانشون همین امثال آقای مصباح یزدی هستن و بسیار هم اقلیتن در جامعه ما، اینها به ثروت و قدرت هم چنگ انداختن. اگر قرار باشه با اینها مقابله‌ای بشه، باید با برنامه‌های حساب شده دستشون رو کوتاه کرد، مواضعشون رو گرفت. نیروهای اجتماعی مثلا طبقات متوسط و مدرن جامعه رو باید بسیج کرد، به اونها رو به میدون آورد در روابط واقعی اقتصادی. بله، خب چیه کسی این کار رو بکنه و بیاره اینها به اینا موضوعات سوال؟ دقیقا حرف من این است که آقای روحانی اگر میخواد در حد گفتار درمانی نماند و میگه دولت به وعده هاش عمل میکنه، باید ما ببینیم که نشونه هایی از برنامه ریزی در این مسیرها هست. گفتن خوبه در حد خودش، ولی برای فراتر رفتن از حرف احتیاج به ابزارهای دیگه است که امیدواریم شاهد باشد. خب بله، من فکر میکنم که مدت یک سال کافیه که دیده بشه که دولت آقای روحانی یا هر دولتی نشونه های در زمینه های بروز میده، از جمله در همین زمینه ای که شما آقای سازگارها اشاره کردید. این معمولا در صد روز اول میگن، حالا ما میگیم یک سال، و در این یک سال من نه این ورش میگم اون ورش، اما دیگه یک سال میشه کافی باشه برای اینکه در چه مسیری چون دولتی در حرکت هست و به کجا داره میره. من یک نکته راجع به روحانیت گفتم، اینی که روحانیت حاکم، هم از الان حاکم، قبلا حاکم، پیشتر از قبلا حاکم، همون هست. وقتی به قدرت، این چه خاصیتی از در قدرت یا منبر من نمیدونم، کسانی مثل آقای ثانی اسمشون در این فهرست نیمده، وامی هم احتمالا نگر، من اطلاع ندارم، اما خب ایشون هم بسیار کارهایی کردن ضد مردم، چنگ انداختن روی بسیاری از کارخونه ها در منطقه اصفهان، خودشون، داماداشون، افراد خانوادهشون. منتها زمانی که لازم بشه بیرون از قدرت هستن صحبت مردم رو میکنن، در جریان جنبش سبز دیدیم. یا کسانی مثل موسوی تبریزی،
کسی که صدها جنایت در پروندهش کس از جمله پوشاندن پرونده سینما رکس آبادان جلوگیری از انتشار حقایق در این مورد. ببخشید من یه جمله راجع به اعدامی که آقای نوریزاده فرمودن یه جمله دلواپسی رو میتونم عرض بکنم اگر اجازه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. دو شهروند عربی رو که اعدام کردن، خالد موسوی و علی چبیشاد، دیروز من دیدم که عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کردن از 33 زندانی اهل سنت ما که زیر حکم اعدام قرار دارند و الان دلواپسی برای 33 نفر دیگه هم هست و دلواپسی دیگه من دیروز دیدم در شهر یزد در آستانه نیمه شعبان اطلاعیه به در و دیوار زدن منازل بهایان و اینا که خون اینها هدر است و مهدور و دم هستند. برحال این روزها بوی خون از این حرف ها میاد و در نهایت نهایت بی تدبیری هم از همطور که دکتر نوریزاده فرمودن. خب بله اینها تدبیر کار خودشون لابد داره. آقای نوریزاده تفسیر شما رو میشنم راجع به این وام های بانکی. من که آقای ظریف دارن مسئول رسیدگی به حساب های خارج از کشور شده در همین زمینه و خود آقای ظریف ما همون اولی که تشریف آوردن یه سوالی ازشون کردیم تا حالا جواب ندادن. این مبلغی که صحبت ایشون و آقای خرازی است که از بنیاد علوی گرفته بودن برای تأسیساتی، حالا من میدونم اون تأسیسات و اون مدارس و کتابخونه اینا درست شد یا نه، و مبلغ بالای 100 میلیون دلار بود. اینی که الان در وزارت خزانه آمریکا این پروندهش هست چون بنیاد علوی مصادره شده. من میدونم آقای ظریف چرا مسئول این کار شدن. آدمهایی بودن که خودشون اینوالومنت یا درگیری مالی مستقیم نداشتن، میتونستن از اونا قضات شریف هستن بازنشستن، البته اگر هدف واقعا این بود. به هر حال نکته رو خدمتتون بگم آقای چالنگی، این مسئله خیلی قابل تأمله. فردی میگفت بنده یک بیزینسی درست کردم و کار منم به جایی نرسید، آخر رفتم پیش نماینده شهرم در مجلس و باهاش صحبت کردم، گفت من یه وام بزرگ برات میگیرم که بیزینست را بیفته 20% مال من. منم تو اون ناچاری قبول کردم و ایشون مثل آب خوردن رفت برای من وام گرفت و 20% هم برداشت. یعنی یه چیز خیلی طبیعی در دوران آقای احمدی نژاد فقط کافی بود شما وصل باشید به یه نقطه‌ای، چون قبل از اون اولا اینقدر پول نقدینگی موجود نبود، اینقدر پول انباشته نشده بود. این فروش نفت خب میمدن 1 میلیاردش رو تومن میکردن میختن توی بانک ها و بازار، در نتیجه پول به وفور وجود داشت، نه برای عامه مردم ولی برای خواص. و الان بانک های ما مطابق گزارش که آقای دکتر فرابش کارشناس اقتصادی ایران فردا تهیه کرده، بیش از 8-9 تا بانک ما ورشکستن، یعنی ورشکسته مطلقن. یعنی اگر الان مراجعه کنن صاحبان ودائب، صاحبان پسنداز که آقا پولای ما رو بدید، این بانک ها همه ورشکستن، برای اینکه اینا وامای کلانی دادن و این واما برگردانده نشده. آقای صادق محصولی و امثال اینها دوستان آقای احمدی نژاد وامای عجیب غریب گرفتن، خود آقای احمدی نژاد گرفته بلا فاصله بعد از پایان ریاست جمهوریش. منظورم اینه که این پولا به هر حال پولای مردمه. کسی که برای یک اتاق میخواد بسازه بانک بهش پول نمیده و اینا به راحتی رفتن بدون اینکه پشتوانه‌ای داشته باشن وام گرفتن. اقتصاد مملکت ورشکست است. کشور نفتخیزی مثل مال ما باید سرنوشتش این باشه. اون وقت شما خودتون دنبال میکنید، مصر 3 سال وضع غیر عادی داره، درآمد توریست نداره، تمام درآمدی که داره پولیست که مصری های خارج از کشور میفرستن و کمک عربستان و امارات و کویت. با این وجود وضع اقتصادی مصر از نظر ارزیابی که میکنه اماها بهتره، تورم کمتره، بیکاری کمتره. حالا من مقایسه با ترکیه نمیکنم که رو به رشد و پیشرفته، مصر رو میگم. آقای نوریزاده در طول برنامه یک اشاره شد به جام جهانی، این رو من میخواستم بگم
که ایران، برای بینندگانمون بهتر از هر کسی میدونن در ایران چه میگذره از این بابت که دولت ممنوع کرده، تنها کشوری است که به طور رسمی ممنوع کرده دیدن مسابقات جام جهانی رو در اماکن عمومی. باور کردنی نیست واقعا. آقای چالنگی، در تایلند کودتاچیان برای اینکه شادی برای مردمشون بیارن دستور دادن 50 تا بازی پخش بشه، کانال دولتی این کارو میکنه، کانالای خصوصی هم همینطور. اون مال تایلند. در جمهوری ولایت فقیه آقای این آقای چالنگی، این نازنین بیژن مفید اینو تو گوش ما تو شهر قصه گفت، چرا ما باور نمیکردیم؟ گریه کنین مسلمونا، گریه کنین ثوابه. داد میزد گریه برای آخرت و دنیات خوبه. و آقای مخمل باف هم توی فیلمش میگفت 100 سال سلام بر سینما، اونم میگفت گریه تو این مملکت ضروری است. در جمهوری اسلامی خنده معنی نداره. همین هپی رو که بچه ها درست کردن، حالا یه نوع ورشن با پوشش اسلامی هم درست کردن. همه کشورهای عربی درست کردن، از ابوظبی تا مصر تا فلسطین تا غزه. و اون وقت در مورد ما این بازی و بساطا رو در آوردن. خب متاسفانه این فرهنگ غالب بر جامعه ماست. ما همه گناهکاریم، صبح تا شب باید ناله کنیم، زاره کنیم امامزاده بیژن شفاعت کنه ما بریم بهشت. خب البته آیت الله خمینی هم گفت ما به همین گریه ها زنده هستیم. من جز بحث ما نیست، اما یه روزی در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد که چرا حتی در بسیاری از ترانه های ایرانی، موسیقی پاپ ایران، ترانه سرای ما، گریه، کلمه گریه رو شما دارید. از هر 10 ترانه ایرانی 6-7 تا من شمردم، خود شما انتخاب کنید 10 ترانه معروف رو، حداقل بالای 5 تاش بینندگان رو میگم خواهید دید که کلمه گریه درش هست. ترانه سرایان ما. آقای چالنگی، آهنگ پاپ دارن میخونن، رقص و غیر کمر و شادی و اینا، ولی شعرش رو که دقت میکنید ناله و گریه و مصیبت، اما پاپه، موسیقی پاپ. حالا نوع بهترش هم مدها آقای حلالی و دوستانش و محمود آقا غیره درست کردن که به اسم عباس عباس، نمیدونم عباس دست نداره، میپرن بالا و پایین و اونم نوعی رقص و شادیه با آهنگ نوحه. شاعری ارزشمند به همین اشاره داره و همین موضوع اشاره داره و میگه که میراث گریه در قوم من سینه به سینه، به همین نکته اشاره میکنه. به هر حال آقای سازگارا صحبت شادی شد و ضد اون خشونت که میبینیم و هر چه که هست، آقای جعفری به تازگی صحبت کرده، خیلی بیپرده نوار صحبت هایشون بیرون اومده که در سال 88 به چه طریق وارد عملیات شدن، سالگرد کشتار بچه های نازنین مردم، سهراب، بقیه، جوادی و بقیه، همه بچه های نازنین، ندا و بعد آقای جعفری صراحتا اعلام کرده چه کردن پاسدارا. در واقع به نظر میرسه آقای نوریزاد که منتشر کننده نوار آقای جعفری، بعد هم آقای سعیدی در همون جلسه و ظاهرا یک سومی هم داره و اون آقای طائب هست، رئیس اطلاعات سپاه، که به زودی منتشر خواهد شد. یک مقدار هم این انتشار این نوارها گفته میشه که از داخل دستگاه‌های اطلاعاتی کشور و رقابت‌هایی که با هم دیگه دارند و کشمکش‌هایی که با هم دیگه دارند اینها بیرون اومده، که به هر صورت انتشارش به نظر من در واقع 5 سال تکذیب این آقایون رو برملا کرد، که آنچه که مخالفین میگفتن، خود ما در این برنامه تفسیر خبر بارها میگفتیم که کودتا کردند علیه رأی مردم. کاملا حرفای آقای جعفری و آقای سعیدی این رو تأیید میکنه که چگونه با نظر شخص آقای خامنه ای و به نظر من یک مقدار هم خواست روس‌ها و دستی که اونها داشتن در بیت و مجتبی خامنه ای و اعوان و انصارشون علیه رأی مردم
کودتا کردند و آن به قول آهنگی که از شعر مولانا رو خوندن، آن میر قوغا، آن سرو خضرا رو به حصر کردند و خانوم رهنورد، آقای موسوی، آقای کروبی هنوز در هستند، صدها نفر رو به زندان انداختند، تجاوز کردند، کشتند در خیابانها، در زندانها کشتند و فجایعی رو مرتکب شدند که بتوانند مردم رو سرکوب کنند. ضمن اینکه باید گفت بدون شک، بدون شک جنبش سبز به عنوان بخشی از جنبش آزادی خواهی ملت ایران، از جنبش تمام عیار دموکراسی خواهی مردم ایران، یکی از برگ‌های زرین مبارزات مردم ماست و کاملا آقای چالنگی دیده میشه این جنبش نه فقط نمرده بلکه شکوفا، سرحال، سرپا، به محض اینکه فرصت پیدا میکنه خودش رو نشون میده، شعار در دانشگاه، در مراسم، در کوچه، در خیابون. زندانیان سیاسی قهرمانی که 5 سال مجید دوری در زندان کارون اهواز به سر برده، وقتی آزاد میشه با روحیه قوی شما میبینید میرن فرودگاه، استقبالش 10 نفر و نشون میدن که جنبش آزادی خواهی ملت ایران و مقابلشون با استبداد دینی سرزنده تر از گذشته حضور داره. و شخصا هم فکر میکنم آقای چالنگی آنچه که داره افشا شد و برملا شد، موضوعی که خب همه میدونستن، کاملا هم نشون میده به ما که مبارزه ما در واقع با چه دستگاهیست، چگونه است و این ماشین سرکوب مکار و پیچیده‌ای که درست کردن از کجاها میشه باهاش برخورد کرد و او رو به زیر کشید. سهراب عرابی، ندا آقا سلطان، امیر جوادی فر و صدها جوان ایرانی دی، دختر و پسر، کشته شدن در جریان آنچه که جنبش سبز خونده شد، جنبشی که میرفت و شعارهاش به جاهایی رسیده بود که حتی خوشایند برخی از مسئولان شرکت کننده در جنبش نبود، مثل مرد بر ولایت فقیه. آقای نوریزاده، در همین زمینه میشنویم به اضافه اینکه برخی هم این انتقاد رو دارن در این جبهه که یکی از علتهای فروکش کردن جنبش سبز یا به زیر خاکستر بازگشتن جنبش سبز، ضعف و اشکال رهبری اون بود یا فقدان یک رهبری قاطع و روشنی که بتونه اون خواست و مطالبات رو به طور قدرتمندانه جدا از حفظ ساختار حکومت هدایت کنه. بله، اولا من هر بار تصویر این سهراب رو میبینم فکر میکنم پروین خانم چی کشیده. البته پدر و مادر ندا، پدر و مادر محسن، بقیه بچه ها همشون، ولی این تصویر پروین خانم و سهرابش همیشه با منه، همیشه من اینو فکر میکنم این زن بزرگوار و استوار و پر قدرتمند چطور این درد رو تحمل میکنه. مادر که فرزندش رو از دست میده خب دردناکه، ولی تو اینجوری فرزند نازنینش. به هر روی این جنایت سرانجام دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کنه. این داستان در دل مردم ایران میمونه. رژیم کاری کرد، داغی به دل مردم گذاشت که محال ببخشنش. اما نکته دیگری رو من میخوام بگم. ببینید، مسئله این نبود که رهبری جنبش در اونجا کوتاه اومد. هیچ وقت ما از آقای موسوی و کروبی که فرزندان نظام هستن، ستونهای نظام بودن، نباید انتظار داشتیم که اینا تمرد رو در حدی میکردن که علیه نظام بپا خیزند. یه مقدارم شاید تعللها به این دلیل بود، نگرانی از این که این مسیر به کجا میره. اما من گلایم بیشتر از گروه های اپوزیسیون هست که هرگز یک استراتژی واحد نداشتن. یعنی این حالت
واکنشی شدن ما خیلی جالبه. رژیم یه کاری میکنه، ما واکنش نشون میدیم، ولی اینیشییت نمیکنیم. خودمون نیستیم که در همون زمانی که این جنبش ادامه پیدا کرد، باید یک حداقل یک هماهنگی بین اپوزیسیون بود، یه مجموعه بود، شعارهای واحد بود. شما خودتون یادتونه آقای چالنگی عزیزم، تو صدای آمریکا جناب دوست عزیزم آقای سازگارا و بنده در خدمت شما بودیم و واقعا هم شما زحمت کشیدید، ما هم می اومدیم پا به پای هم می رفتیم، به طوری که جز سران فتنه لقب گرفتیم. ولی عملا شما نگاه کنید کجا می دیدید که یه استراتژی مشخص دنبال بشه. ضعف اینها بود که بعدن وقتی اون قلع و قمع صورت گرفت، یه حالت یأس تو جامعه ایجاد شد، یه حالت دلزدگی، جوونا دیگه رفتن دنبال جوونی و پدر و مادرام علاقه نداشتن دیگه بچه‌هاشون برن بیرون که مورد تجاوز قرار بگیرن، بکشنشون، مجروحشون کنن، به زندان بیاندازن. هنوز ما زندانی جنبش 88 هنوز تو زندان داریم، هنوز این ماجرای حس ادامه داره و اینا نشان دهنده اینه که رژیم آنقدر در سبعیت و قلع و قمع آماده بود که پیشرفت بکنه که دیدیم که چه کار کرد. آقای جعفری و سعیدی هم الان صحبتشو میکنم، ولی من یادم نمیره در سومین روزی که این جنبش به حرکت درآمد و روزی که میدان آزادی رو مردم پر کردن، آقای خامنه ای عقب نشینی کرده بود و آقای خامنه ای عقب نشینی میکرد. پس اینم باید جستجو کرد جنایتکارانی که در این ماجرا اومدن با آقای خامنه ای قوت قلب دادن و کشتار رو شروع کردن، اینا رو هم باید شناسایی کرد. دونه دونه آقای جعفری باید حساب به ملت ایران پس بده، آقای همدانی باید حساب پس بده، آقای عراقی باید حساب پس بده. دونه دونه اینا در این جنایات سهیم بودن و آقای طائب باید حساب پس بده. تمام کشتارا به دستور طائب بود، معروف به میثم. اینا نمیشه همینجوری ازش گذشت، ولی من مطمئنم مردم ما سرانجام روزی باز خواهند گشت. اون اسمشو بذارم اون هوشمندی ذاتی ایرانی سرانجام موقع مناسب رو تشخیص خواهد داد و اون روز دیگه مردم به صورت قبلی عمل نخواهند کرد. قاطع سریع همینه که میفهمید آقای نوری‌زاده اشاره به همینه، مسئله آقای موسوی یا آقای کروبی نیست دقیقاً. یعنی کسانی هستن خب خیلی روشن نگاهشون خواستشون، مشکل اون نیست. اشاره به این هست که مردمی که به زیر خاکستر برگشتن، آتش که به زیر خاکستر برگشته، این خاموش شدنی نیست. یعنی اگر در اون زمان رهبر مناسبی نداشت، به قول شما توقعی هم نمیشد داشت از آقای موسوی یا آقای کروبی یا کسانی مثل ایشون، اما این آتش خاموش نشد. این آتش کمان که خود اون کسایی که بودن زیاد چیز نکردن، یعنی افرادی که در جنبش بودن، این آتش زمان مناسبی با رهبری مناسب مطالباتش حتما سر برخواهد آورد. اینو من نه به عنوان یک شعار، در تمام طول تاریخ همچی اتفاق بیفتد. این مرحله نشد، مرحله بعدی. یعنی منظورم واقعیت‌های اجتماعی هست. بله بله کاملا کاملا. اما چند دقیقه‌ای که مونده آقای نوری‌زاده، در داعش رو ما در عراق وضعیتی که هستش، وضعیت داعش آمده، این اشکال قضیه از کجاست؟ نوری مالکی هست یا نه؟ سیاست‌هایی در جریان هست؟ هرچند خود آقای مالکی هم یه زمانی متهم بود به اینکه یک روابطی اون کشمشته با داعشی ها داره. آقای چالنگی، اولا داعش عراق و سوریه رو باید از هم جدا بکنیم. نکته که در مورد مالکی میفرمایید، مالکی اصل و اساس مصیبت عراقه. یعنی عراق بدترین مصیبتی که دوچارش شد آمدن نوری المالکی بود، آدمی به شدت حقیر، خودخواه، خودپرست و نوکر صفت. و متاسفانه ائتلاف شیعه که حالا هم میگن ما به این رأی نمیدیم و نمیخوایم، بدبختانه اینه که زیر چوب قاسم سلیمانی هن که برای عراق تصمیم میگیره. من نمیدونم آقای سیستانی که امروز اعلام جهاد میده، نمیدونه قبل از اعلام جهاد دادن که جنگ شیعه و سنی رو دامن میزنه، باید بگه مالکی باید بره.
مالکی در عرض حکومتش به ویژه 4 سال اخیر سنی ها رو به شدت آزرد، تبدیلشون کرد به شهروند درجه 4. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری رو که شخصیت محبوب بود گفت این تروریست، محکوم به اعدامش کرد. وزیر دارایی همینطور، تمام گروه آقای دکتر عیاد علاوی که تو کابینه بودن کنار زد. وزارت دفاع که مال گروه علاوی بود نداد بهشون. و با مردمی که تحصن در انبار کرده بودن و فلوجه با خشونت رفتار کرد، یه عده رو تطمیع کرد، یه عده رو کشت، یه عده رو زندان انداخت. یعنی این آدم قدرت طلب با حمایت سپاه پاسداران و آقای اوباما متاسفانه و آقای بایدن، این آدم بلایی رو به سر عراق آورد که در مناطق سنی نشین دل از بغداد کندن. این داعش عراق فقط تروریستا و آدمکشا نیستن، صدها تن از افسران بلندپایه ارتش عراق هستند که آقای پال بریمر منحلش کرد. آن مرد نادان آمد و به جای اینکه این ارتش رو نگه داره، حالا 50 تا جنرال، حتی خمینی این کارو نکرد، 2000 تا جنرال رو کش ولی ارتش رو نگه داشت، ولی آقای با پال بریمر اومد ارتش رو منحل کرد. کجا بره یه ارتشی که 20 سال تو ارتش بوده، تو جنگ ایران و عراق شرکت کرده، 5 تا مدال گرفته، اینو رها کرد. خلبانا رو ول کرد که گروهای میلیشیای شیعه بیان بکشنشون. 270 خلبان عراقی رو گروه مقتدا صدر و حکیم کشتن. منظورم اینه که با این وضع کشور رو به اینجا رسوند که یه گروه 4000 نفره مثل آب خوردن دومین شهر عراق موصل رو میگیرن، فلوجه رو میگیرن، انبار رو میرن توش، دانشگاه رو اشغال میکنن. البته مسلم گروه داعش به نتیجه نخواهد رسید، اما اگر دولت آمریکا واقعا به فکر اینه که این بیماری افرادگرایی و داعش گسترش پیدا نکنه، چون فردا تو سوریه هم با کمک دولت سوریه ارتش آزاد و اینا رو میزنن و اونجا داعشستان میشه. وقتمون تقریبا تموم. یه جمله فقط بگم، تنها علاج این واقع در درجه اول کنار زدن مالکی است. اگه او کنار بره، امید دستیابی به یک راه حل سیاسی هست. آقای سازگار، وقت کمی داریم. سیاست آمریکا و اون چه که در عراق هست. بله والا اینجا انتقادات تندی الان به آقای اوباما میشه و ایشون البته حسب معمول گفته ما داریم بررسی میکنیم همه گزینه‌ها روی میزه، ولی پوتین سرباز امریکایی روی زمین نخواهد آمد، احتمالاً پشتیبانی هوایی خواهند کرد. به هر حال 30,000 نیروی امریکایی قرار بود در عراق بماند که همین آقای مالکی و پارلمان عراق 2011 تصویب کردند که بیرون برن، ولی الان درمانده شدند و محتاج کمک امریکا شدند، اما هنوز از کاخ سفید چیزی بیرون نیامده. سپاسگزار هستیم آقای سازگارا، با سپاس از شما، و آقای نوری‌زاده عزیز در لندن، با سپاس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.